بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب در ارتباط با موضوع انتخابات با توجه برگزاری مناظره اول، نکاتی رو خدمت دوستان عرض می کنم. سوالات زیاد و تخصصی که فرصت پاسخگویی و پرداختن به اونها نیست، از حوصله مردم هم خارج، ادبیاتش هم متناسب با این مناظره نیست، که اونها هم اکثراً متاسفانه مبتنی بر اقتصاد لیبرال و الگوهای اقتصاد سرمایه‌داری طراحی شده، محل منازعه رو به سمت الگوی پیشرفت با ادبیات بومی و اقتصاد مقاومتی نمیبره و حول مسائل اقتصادی تو زمین اقتصاد سرمایه‌داری سوالات طراحی شده بود که واقعا عجیب بود. ضمن اینکه خب حالا مشخص بود که به دلایل مختلف از نامزدها خواسته شده بود که خب خیلی اخلاقی رفتار بکنن، که این البته چیز خوب و مهمیه، ولی این میل کرده بود به سمت انفعال، محافظه‌کاری، عدم وارد شدن به بحث‌های چالشی. خب درسته ما نمی‌خوایم اونجا دعوا را بیفته، هیجان کاذب ایجاد بشه، ولی بالاخره بحث‌ها باید به گونه‌ای جدی چک بگیره، واقعا احساس کنیم یه رقابت واقعی و جدی داره اتفاق میفته که منجر به تمایز بین نامزدها بشه. اونجا برای شوخی و بازی هم که جمع نشدیم بین هم دیگه، گعده و بگو و خند و اینها که راه نیفتاده که همه یه حرفو بزنن، هیچ وجه تمایزی وجود نداشته باشه. ما به هر حال منتظر بودیم که و همچنان هستیم که ببینیم که چه کسی مرد میدان مبارزه با اقتصاد سرمایه‌داریه، یعنی درگیر بشه. این درگیری اگه تو زمان به هر حال تبلیغات انتخاباتی طرف حاضر نباشه یا نتونه به هر دلیلی وارد درگیری با الگوهای اقتصاد سرمایه‌داری بشه، خب فردا دیگه چه امیدی میشه داشت؟ خیلی از ادبیاتی که انتظار میرفت، حالا بحثای تمدنی که بماند، لااقل ناظر به حل مسئله هم ما ادبیات مناسبی رو مشاهده نکردیم از اکثر نامزدها. دیگه خیلی از حرفها که اصلا شنیده نمیشه، مثل اسلام مرفهین، مثل کلیدواژه‌هایی مثل محرومین، مستضعفین، پابرهنگان، اینا ادبیاتی بوده که انقلاب ما مبتنی بر اینا شکل گرفته، ولی الان داره به فراموشی سپرده میشه. حمله به الگوهای استعماری، به اسناد بین المللی استعماری که در واقع مهمترین چالش های ما بوده در دهه های گذشته، و دولت های مختلف چپ و راست فرقی نمی کنه، باریش بیریش میان میرن، الگوهای استعماری که داره حاکم بر اقتصاد کشور میشه و تحمیل میشه به در واقع تصمیم گیران کشور، اینها رو باید ببینیم کی داره با اینا مقابله میکنه، کی اصلا درکشو داره، کی توانشو داره، کی جرأتشو داره. و الا که میشه اونجا نهج البلاغه هم خوند، یعنی در کنارش هم از تکنوکراتایی مثلا آخوندی هم استفاده کرد. اون اسلام مرفهینی که هم نهج البلاغه میخونه و هم با تکنوکرات ها امثال آخوندی ها جمع میشه، اینها ما رو روز به روز بدبختر خواهد کرد، ولی کسایی رو میخوایم که بتونن مشخصا با اینها مقابله کنن، مبارزه کنن و حرف جدی تو این زمینه داشته باشن، که خب متاسفانه شاهد بودیم که همچنان با کلیگویی و حرفای کلیشه‌ای داره مسائل مطرح میشه. ضمن این که در بحثای اقتصادی خیلی هم حرف ها مشابه به همه، وقتی که از یک پایه و از یک سرچشمه، یعنی اقتصاد لیبرال، دوستان دارن به شکلی ارتزاق میکنن، میبینیم که همین حرف های همیشگی که راجع به آزادسازی اقتصاد هست داره زده میشه، و تو همون زمین بازی در واقع اکثر نامزدها دارن عمل میکنن، و این جریان منجر به تقویت سلطه سرمایه‌داران بر کشور خواهد شد. یعنی همین موضوع آزادسازی اقتصاد که مد نظر اکثر نامزدها هست، در حالی که البته وقتی میگیم جریان اقتصاد سرمایه‌داری، منظورمون به سرمایه‌دارهایی نیست که با زحمت و تلاش اومدن ثروت حلال تولید کردن
و اما منظورمون ابر سرمایه دارانیه که مبتنی بر رانت و انحصار و احتکار رشد کردن و به شکلی منجر به شکاف عمیق طبقاتی شدن. یعنی دیگه طبقه متوسط تقریبا تو کشور ما داره از بین میره و ما دو طبقه خواهیم داشت، یعنی اون دهک بندی و اینها کلا دیگه بی‌معنی داره میشه. ما یک طبقه غنی داریم، طبقه اشراف، طبقه ابر سرمایه دار، و یک طبقه فقیر که در گذران روزمره خودش مونده. ما میخوایم ببینیم کی میتونه به داده اینا برسه، راجب کارگرا کی میتونه حق اینا رو بگیره از سرمایه دارا، این نامعادله رو کی میتونه حل بکنه. دوستانی سوال میکنن که خب رسالت ما این وسط چیه؟ رسالت اصلی ما در واقع توسعه همین ادبیات انقلابی است، یعنی کسایی که دنبال واقعا انقلاب اقتصادی هن، دنبال یه تحول ریشه‌ای هن. این گفتمان رو بتونیم بر اون محورهای درستش، بر اون نقاط تحول آفرینش تقویت بکنیم که منجر به توسعه سبد رأی جریان انقلابی میشه که به دنبال سلامته، به دنبال فساد ستیزیه، به دنبال عدالته، به دنبال مافیا ستیزیه، به دنبال احیای حرفهای اصیل انقلابیه، دنبال منفعت طلبی و چسبندگی به قدرت و بازیهای سیاسی و مسائلی از این دست نیست. این سبد اگه تقویت بشه میتونه جریان انتخابات رو به یک سمت و سوی درستی ببره که این اتفاقات انشالله تو کشور ما بیفته. الان به عنوان مثال اون مصوبه‌ای که داشتیم در خصوص افزایش 330 هزار هکتار به مساحت سکونتگاهی کشور که یک تحول بسیار بزرگ میتونه در بحث مسکن ایجاد بکنه با پایین اومدن قیمت زمین و شکستن احتکار و انحصار زمین، در اختیار قرار دادن زمین به قیمت تقریبا رایگان برای ساخت مسکن. خب اینو خیلی از نامزدها دارن میگن، ولی اون پیوستهایی که مد نظر ما بود و برخیشو در متن مصوبه مد نظر که در قانون در برنامه هفتم به تصویب مجلس رسید، اون پیوستهاشو اشاره نمی کنن. ببینید قراره که 4.5 برابر مساحت کلان شهر تهران به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه بشه. اینو برای چی دنبال کردیم؟ برای اینکه نه تنها قیمت زمین بشکنه، بلکه الگوی ساخت شهر و مسکن در کشور تغییر بکنه. از این بلند مرتبه سازی بی رویه، از این آسمان فروشی، از این تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ که خودش مادر بسیاری از مشکلات اجتماعی ماست، فرهنگی ماست، امنیتی ماست، اقتصادی ماست، از این بخوایم فاصله بگیریم. بحث یک طبقه سازی، بحث محل محوری، بحث بازسازی روابط اجتماعی، بحث نزدیکی سکونت با محل اشتغال، کاهش ترددهای غیر ضروری که خودش منجر به کاهش مصرف سوخت و انرژی و مسائلی از این دست میشه که جزو ناترازی هایی هستش که همه دارن تکرار میکنن و چالش آینده کشور خواهد بود. اینها رو کسی بهش نمیپردازه. ما میخواییم این لایه ها تقویت بشه، گفتمان سازی بشه و نامزدهای مورد توجه نامزدها قرار بگیره. اما در این مناظره خب آقای پزشکیان خیلی کم فروغ ظاهر شد و در برنامه‌های قبلی هم ایشون نشون داده بود که خب محتوای خاصی نداره و دائم ارجاع میداد به این که باید بریم سراغ کارشناسا. ایشون برای این مناظره رفته بود سراغ کارشناسا، یه سری متن هم از اینا گرفته بود و دائم به این متن‌ها مراجعه میکرد. در مناظره یکی از ضعف‌های بزرگ به خصوص برای نامزدی که خودش سخنور هست و ناطق خوبی هست، روخانی کردن از متنه. حالا علاوه بر این که اون همون روخانی هم به درستی خونده نشه، این خیلی میتونه ضعف بزرگی تلقی بشه. ضمن این که ایشون که دائما میگفتش که ما بریم سراغ کارشناسان، نشون داد که حتی از در واقع
ادراک صحیح و کامل مطالب کارشناسی که بهش داده شده بود به نحوی که بتونه اونها رو پردازش کنه، بتونه اونها رو به درستی بیان بکنه، اون پیام دریافت شده از کارشناسای خودش رو، حالا هرچی که بود، به محتوای پیام کاری نداریم، بالاخره من نوعی اگه میخوام تو جایگاه ریاست جمهوری برم سراغ کارشناسا، باید توان درک کامل اون، پردازش اونها، مقایسه اونها، جنبندی اونها و رسیدن به یک استنباط و استخراج درست، این توانایی رو لاقل باید داشته باشم و بعد بتونم اونو منتقل بکنم، بتونم اونو با مردم خودم در میون بذارم. یعنی در همین مقدار هم آقای پزشکیان نشون داد که توانایی لازم رو تو مناظره اول از خودش ظهور و بروز نداد و خب اینها ناچار شدن که برن و فردای مناظره اون برگ اصلی خودشون رو کنن، اونم آوردن آقای ظریف بود به عنوان کارشناس در کنار دکتر پزشکیان. خب این نشون داد که خب چون تو مناظره ظهور و بروز بسیار ضعیفی داشت، اومدن که این ورق رو برگردونن. آقای ظریف اومده که چه کار بکنه؟ اومده که محل منازعه رو تغییر بده. چرا؟ چون تو وضعیت فعلی که همه به دنبال اینن که چه کسی راه حل درستی برای مسائل اقتصادی داره، برای معیشت داره، برای ارتقای کارآمدی داره، برای مبارزه با رانت و فساد داره، مبارزه با فقر و تبعیض داره، مبارزه با اقتصاد سرمایه‌داری داره، چه کسی میتونه با اینا مبارزه کنه، چه کسی برنامه داره، راه حل داره، توان داره، تجربه داره. اینها دیدن تو این در واقع زمین بازی حرفی برای گفتن ندارن و بنابراین آقای ظریف رو آوردن که محل منازعه رو تغییر بده به سمت برجام، به سمت یه موضوعی که واقعا سوخته شده ولی میخوان احیاش کنن. همه حرفا بره حول این قرار بگیره، یعنی همه سر قبری که مرده اون سالهاست پوسیده و موضوعی که تجربه شده منجر به صدمات بسیار جدی به اقتصاد کشور شده و معیشت خانوار شده، دوباره اینو میخوان احیا بکنن که حالا یکی بیاد موافق مخالف فلان، کلا محل نزاع تغییر بکنه. ببینید تو مناظره و کمپین انتخاباتی یکی از تکنیک های مهم اینه که تو بتوانی حریفت رو به مسیر خودت بکشونی، به زمین خودت بکشونی، محل نزاع رو تو تعریف بکنی، اونجایی که فکر میکنی که به یه شکلی میتونی تبدیل به نقطه مزیت خودت بکنی و محدودیت‌ها رو ذیل اون بپوشونی و پوشش بدی. اینها رو ما باید مراقبت بکنیم که محل اصلی نزاع که اون بحث‌های اقتصاد سرمایه‌داری هست، اقتصاد لیبرالی هست، الگوهای تحمیلی که تجربه شده، الگوهای تعدیل اقتصادی که در دولت آقای هاشمی، در دولت آقای خاتمی، در دولت آقای روحانی صدمات جدی و ریشه‌ای به اقتصاد کشور زده، بازگشت به عقب اجازه ندیم اینو انجام بدن. محل نزاع رو باید حفظ کنیم، اون اصل کارآمدی رو باید مورد توجه قرار بدیم و وارد مسیر مد نظر اونها نشیم که بتونن این محل منازعه رو تغییر بدن. آقای ظریف خب طبیعتاً اومدنش دنبال یک همچین تغییر وضعیتی هست و ترمیم اون صدمه‌ای که اینها دیدن بابت ضعف‌های جدی که در روزهای گذشته داشتن، میخوان کمپین خودشونو احیا کنن، بدنه خودشونو احیا کنن و برای مناظرات بعدی و یک دورخیز بهتری حرکت بکنن. اما واقعاً خب باید این رو بهش دقت کنیم که اینها اومدن رو این بس تمرکز دارن میکنن که به شکلی تصورشون این است که به این دلیل که حافظه تاریخی مردم کوتاه هست میتونن که این مفاهیم رو بازسازی بکنن، موضوع برجام رو و اتفاقات تلخی که افتاده بود رو بازسازی بکنن و یک بازگشت به عقبی رو رقم بزنن. اما ما باید مدام به دنبال نه تنها بازگشت به عقب نباشیم، بلکه میخواییم رو به جلو حرکت بکنیم، یعنی حتی میخواهیم فراتر از دولت شهید رئیسی بریم. اگه خود آقای رئیسی هم در واقع زنده بودن و ادامه مسیر میدادن، کما اینکه در این
ماهای اخیر هم شاهدش بودیم، ایشون به دنبال بهبود مستمر بودن. یک انسانی که با سعه صد نقدها رو میشنید، نقدها رو میپذیرفت. بنده چندین بار خدمت ایشون مواردی رو که مطرح کردم ایشون میپذیرفت و دقت داشت، با سعه صد اینا رو دنبال میکرد. بارها دیدید که تغییر افراد، تغییر مسئولین در ارشد دولتی، تغییر الگوهایی که در واقع حتی تو سطح نظام کارشناسی ایشون به دنبال تغییر بود و خب یه امر طبیعی هم هست. ما هم به دنبال همین ارتقاء کارآمدی و بهبود مستمر هستیم، میخوایم رو به جلو حرکت بکنیم. نقاط قوت دولت شهید رئیسی که اون پویایی، اون تحرک، اون در واقع علارغم محدودیت هایی که تو حوزه های اعتباری و در واقع بودجه های عمرانی بود، ولی با تحرک زیاد دولت، با پیگیری های مکرر تو چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی دنبال راهگشایی بود و اون ضعف هایی هم که تو نظام کارشناسی بود و برخی از مشاوری و دیگران میخواستن به دولت تحمیل بکنن، اینها هم در صدد اصلاح بود که باید ما همین روند رو هم دنبال بکنیم. وگرنه اگر بخوایم به عقب برگردیم، با توجه به وضعیت منطقه و مسائل بین المللی که داره اتفاق میفته، التهاباتی رو ما در آینده جهان برای اینکه داره نظم موجود به هم میریزه، وضعیت آمریکا، انتخاباتی که در پیش هست و مجموعه حوادثی که داره در مجاور ما، در همسایگی ما اتفاق میفته، اگر دولتی بیاد که این وادادگی و انفعال و تزلزل درش مشاهده بشه و تفکرات مرعوب غرب بر او مسلط بشه، تفکراتی که دیدید که اون ترس و رعب نسبت به غرب درشون متاسفانه مسلطه و اون الگوها و اون نسخه ها رو به شدت تقلید میکنن، این تفکر اگه بخواد مسلط بشه، ما حتی احتمال درگیری نظامی رو هم خواهیم داد. چرا که اینها یادتون باشه که همون موقع که مسلط بودند حتی پالس میدادن یه عده از همین جریان فکری برای اینکه تحریمات تشدید بشه که از بتونن یه سری امتیازاتی رو بگیرن و کلیت نظام رو بتونن به شکلی ازش امتیاز بگیرن. الان حتی اینها، بعضی از افرادی که به این جریان متصل هستند و نفوذ دارن، اینها براشون دور از ذهن نخواهد بود که پالس حمله نظامی هم بدهن برای اینکه بتونن امتیازات بزرگتر بگیرن و اون مسیر اشتباه خودشون رو تقویت بکنن. و این یعنی نه تنها از دست دادن تمام اون برگهایی که دیپلماسی مقاومت که شهید حاج قاسم سلیمانی پایه‌گذاری کرد، شهید امیر عبداللهیان، شهید رئیسی، اینها دنبال کردن، تقویت کردن و امروز بعد از عملیات وعده صادق یک سرمایه سیاسی و اجتماعی خوب در منطقه براش تولید شده و این رو امروز ما باید نقد کنیم، باید دنبال بکنیم. نه تنها همه این برگ هایی که کلی براش زحمت کشیده شده، خون داده شده، از بین میره، بلکه فرسنگ ها هم به عقب برخواهیم گشت و بسیاری از زیرساخت های کشور در معرض تهاجم جدی قرار خواهد گرفت. بنابراین محل نزاع اصلیمون رو فراموش نکنیم، اون مبارزه اسلام آمریکایی، مبارزه با اسلام مرفهین، با اقتصاد سرمایه‌داری، با اقتصاد رانت محور، و این ادبیات، این گفتمان تقویت بشه. بعد از انتخابات هم بتوانیم این رو مطالبه کنیم، بتوانیم دنبال بکنیم. کسانی که این حرفها رو به صورت شفاف و صریح، نامزدهایی که اینها رو میزنن رو بتونیم که تقویت بکنیم مباحثشون رو. اینها چون ناظر به حل مسئله اصلی مردم خواهد بود، باعث توسعه سبد جریان انقلابی میشه. یعنی ما دنبال این هستیم که ببینیم بالاخره کی به صراحت و شفافیت در مقابل این غارتگری بانک‌های خصوصی حرف جدی و محکم و حساب شده میزنه، در مقابل با زینفعان گرانسازی دلار میتواند بایستد، شفاف اینو میگه، برنامه خودش راجع به دلار میگه. ما الان کلیگویی داریم میشنویم،
بالاخره راجب دلار که تبدیل به سلاح و مهمات آمریکا برای زمین زدن اقتصاد کشور شده، برای اعمال تحریم‌های خودش شده، برای ایجاد التهابات و نوسانات پیاپی در اقتصاد و معیشت مردم شده، برای نابود شدن ارزش پول ملی شده، می‌خوای چیکار کنی؟ اینو شفاف به ما بگو. در ارتباط با مبارزه با انحصارگران و کسایی که محاصره کردن معیشت مردم رو از طریق محاصره منابع عمومی، تسهیلات بانکی، زمین، انفال، معادن، محاصره شده اقتصاد ما توسط ابر سرمایه دارا، توسط الگوهایی که تحمیل شده از غرب به اقتصاد ما، این محاصره رو چه کسی میتونه بشکنه؟ چه کسی میتواند فرصتهای برابر به مردم بده؟ اینا مسائل اساسی ماست که منتظریم که انشالله با تقویت این گفتمان این سبد رأی توسعه پیدا کنه. مردم محروم، مردم مستضعف، طبقه کارگر، طبقه کارمند، معلمین، بازنشستگان احساس کنن که کسی هست که بتونه نه تنها درد اونها رو بشنود، بلکه با راه حل های مشخص که قابل تفاهم با مردم هست اونها رو برطرف کنه. امیدواریم که شاهد این اتفاق باشیم با در واقع مشارکت همه دوستان عزیز در این مسیر و لطف و عنایت خداوند و اهل بیت. ممنونم از همه دوستان. یا علی مدد.